بهای خواربار و مواد نفتی به گونه کم پیشینه در پایتخت رو به افزایش است. مردم هم میگویند با چالش های کلان اقتصادی روبرو اند و از جهان میخواهند تا در چنین وضعیت نباید افغانستان را تنها بگذارند. در ادامه معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری تاکید دارد که در 1.5 ماه پس این بازرگانان به دلیل چالش های مالی نتوانستند خواربار و مواد نفتی برای افغانستان خریداری کنند. با این حال سرپرست شهرداری کابل از تلاش ها برای مدیریت بهای خواربار و مواد سوختی در پایتخت خبر می دهد. فرشاد داریوش گزارش می دهد. افغانستان کشوری که حالا شهروندانش در کنار بیکاری با چالش های گوناگون از جمله بلند رفتن بهای خواربار و مواد نفتی روبرو اند. هفته های پسین هم شماری از شهروندان کشور افزایش کم پیشینه مواد خواربار و مواد نفتی را تجربه می کنند. برخی از فروشندگان دلیل افزایش کم پیشینه مواد خواربار را نوسان در نرخ دلار می دانند. سابق سودا می کنیم در یک بجار در 1850 روپا. فعلا می فروشیم در 2150 روپا. در فی بجار 350 افغانی در قیمتش بالا برد. چالش دیگر بهای مواد نفتی است. چالشی که تنها کابینه سرپرست می تواند به آن رسیدگی کند. پس همو پیسه تل می شه باور و خدا کسی اجاره می گیر همو پیسه همو موتروان هم پورا کده نمی تانه. در جنجال کت شانمانده کسی استاد کت کسی در خانه مجبور استیم از خانه برایم اگر چیز شد شد نشد ایچ. تحولات سیاسی و امنیتی پس این هم روی قیمت ها تأثیر گذاشته. آن هم تأثیر منفی. نرخ تیل اونو بهتر خودتان خبر دارین. در همه بازار که هست 67 است پترول، همچنان 54 دیزل شده. ولی فعلا نرخ دیزل هم تغییر کرده 57 روپس، ولی اینجا 54 روپس. مردم که از نظام بازار آزاد ظاهرا خسته شدند، چشم به راه نظارت و کنترل شهرداری از بازار هستند. کل کارون شروع شی بیا مطمئن شی بیرت به اسعار خپل جای ته ټیټیږي او هغه به کته کیږي. د نرخونو د کنټرول په هکله باندې زموږ له اسنافو سره تقریبا په هفته کې یو ځل یا دوه ځلې موږ له هغوی سره وینو ورسره ملاقات کوو. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم چالش جدی برای دسترسی به پول بیشتر دارد تا مواد خواربار کافی به کشور وارد کنند. ما مشکلات خود با ریوا گفتیم، طرحشان هم گفتیم و با حنیفی صاحب هم گفتیم. پیشنهاد ما فقط خواهش ما ای هستند که در رابطه با امنیت جدی توجه شو و همچنان امی مشکل بانک ها حل شو تا لطرف کردیت شروع شو دیگه مشکل حل میشه. حالا وضعیت افغانستان از رهگذر اقتصادی بیش از هر وقت دیگر شکننده شده و نیازمند کمک های جهان. خواست ما از می جوانی همی است که پلای افغانستان بانگار را ایلا کنه، مردم خامید به غریبی شو پس بگرده. از جامعه جهانی ما خواستایش داریم که این بانگ افغانستان را ایلا بده، بانگ های افغانستان را ایلا بده، نرخ نوا یک ذره پایان شد. در حال حاضر اقتصاد افغانستان در کش قوس تازه قرار گرفته. از یک سو به دلیل حفظ بهای پول افغانی زمینه باز شدن کامل بانک ها وجود ندارد، اما در سوی دیگر به دلیل نبود پول در بازارها میزان فقر و چالش های اقتصادی رو به افزایش است. فرشاد داریوش، تلویزیون یک، کابل.